حالا آقای ایزن، برگردیم به اون دورانی 1977. باربارا والتر تو شبکه ABC یه مصاحبه با شاه و فرح پهلوی اون زمان انجام داد. همین سیامک زن که الان شما میگید که پول از ملاها میگیره و فوش میدید و همینطور، آقای سیامک زن در اون مصاحبه همونجا وایستاده بود، چون ایشون بود که این مصاحبه ها از نقطه نظر تکنیک و فلان و اینا انجام میداد و ایشون هم اونجا نشسته بوده، داشته مصاحبه ای که خودش ستاپ کرده بوده شاه با باربار والتر انجام میداد. دوستان توجه بکنید، 1977 مصاحبه باربار والتر در تهران. Do you think that women are equal to men? Equal in the human rights, yes, sure. You have given women in your country their human rights. Mm-hmm. What about equal in intelligence? Well, there are cases, sure. We can always have some exceptions and find fantastic women. Here and there. But yes, but on the average. Do you feel your wife can govern as well as a man? I prefer not to answer. But you have made your wife the regent of this country. If you should die, your wife heads this country, and yet you're not certain that she can govern as well as a man? I can't say. Say something, Your Majesty. How do you feel when you listen to this? دوستان، این مصاحبه ما فقط یه نمونه براتون پخش کردیم. این مصاحبه مال همون 1977 بود که شاه در قدرت خودش، شهبانو فرح پهلوی در کنارش، باربارا والتر هم این مصاحبه را ترتیب داده بود، شبکه ABC هم پخش کرد در امریکا. حالا آقای زن به ما بفرمایید که این مصاحبه چی جوری انجام شد و چرا اینقدر جنجال بر سر این مصاحبه بود؟ اجازه بدید من از ریز و کوتی که این امر به اطلاع بینندگان و شنوندگان شما برسونم. باربارا والترز به همت آقای اردشیر زاهد در اون زمان مسئول تبلیغات ایران در آمریکا بودند و با خبرنگارای آمریکایی روابط بسیار نزدیکی داشتند، به این مصاحبه داده شده بود. و خانم باربارا والترز بلند میشن میان تهران. بنده به عنوان هماهنگ‌کننده امور خبرنگاران و وسایل ارتباط جمعی خارجی در دربار، از ساعتی که اینا وارد ایران میشدند تا ساعتی که از ایران میرفتند مشرف بر تمام کاراشون بودن و حتی کمکایی که میخواستن در اختیارشون میذاشت. صحیح. حالا با اینکه خانم والترز از آمریکا اومده بود و با توصیه آقای اردشیر زاهدی، نه اینکه فقط برای ولا حضرت هدایایی با خودش آورده بود، از لحاظ میدونید جین، لباس کابویی، از این چیزهای آمریکایی. درست. برای رضا پهلوی که جوونی بود در اون زمان، 15 ساله بودن و عاشق این پناپس آمریکایی بود، میره این پوسترای هنرپیشگان آمریکایی، دقیقاً با امضاش. درسته، با امضاش تا پوستر برای آقای رضا پهلوی با خودش آورده بود، یکی با امضای فرح فوست میجر، دومی هم با امضای لنزی واگنر. بفهم. اگر کسی با آقای رضا پهلوی تماسی داره و بتونه این سوال ازش بکنه، خواهش میکنم از ایشون بپرسه ببینه آقا با ما داری راست میگی یا دروغ میگیم اینجا. حالا با اینکه خانم باربارا والترز با توصیه و به عنوان با نگاه مثبت اومده بود به ایران این مصاحبه را انجام بده، ببینید آقای مرتضوی یک مصاحبه نبود،
سه تا مصاحبه باش دو تاش با شاه انجام داد، یکی توأم با شاه و ملکه بود. درست. که همینه که ملاحظه فرمودن دوستان. باربرا والترز خبرنگار سرشناس آمریکایی با اینکه با نظر مثبت اومده بود به ایران، خب یه سوالایی کرد که هر خبرنگاری بعضی وقتا مجبور میشه این سوالا رو بکنه. اصلا میخواسته که برای خودش هم هدلاین کنه، درسته؟ بدون برو برگرد. حالا برگردیم به این مصاحبه. این مصاحبه در روز جمعه، اونایی که میتونن برن چک کنن، برن چک کنن ببینن کلیپ این مصاحبه رو در بیارن، تاریخش از ABC در بیارن ببینن. روز جمعه در بهار سال 1977 انجام گرفت در کتابخانه خانم فرح پهلوی، که یک انکسی بود که بعد از ساخت کاخ نیاوران این کتابخانه را برای خودشون فرح پهلوی ساختند و ملحق شده بود به ساختمون اساسی همون کاخ نیاوران. بسیار خونه شیکی بود که تمام کتابای دستی خودش و بیشتر تابلوهایی که خریداری کرده بود از خارج، مانند کارهای اندی وارهول، حتی کاری از پیکاسو هم اونجا بود، کاری از لوترک اونجا بود، در اینکه خب علاقه داشت به کار هنری چیزی در اون شکی نیست. بله درست. و این تمام کتب خطی و این چیزا رو در کتابخونه خودش جمع کرده بود و کتابخونش یک اتاقی بود که بیشتر اوقات خودش رو در اونجا میگذرون که علاقه داشت به همون چیزا که دماوری کرده بود اونجا. این مصاحبه در اون کتابخونه انجام شد. یادم نمیره سر ساعت 10:30 صبح مصاحبه شروع شد. میدونید آقای مرتضوی، این مصاحبه ها بعضی وقتا 1.5 ساعت 2 ساعت طول میکشه. شبکه های آمریکایی اینو میبرن. آره دیگه، ادیت میکنن ادیت میکنن و ممکنه مثلا یه 10 دقیقه بیشتر از این مصاحبه نمایش ندم. دقیقا درست. این مصاحبه 10:30 صبح شروع شد و بعد از حدود 1 ساعتی بود که این قسمتی که شما مشاهده فرمودید و بینندگان دیدن، این سوالا رد و بدل شد. یادم نمیره آقای مرتضوی، ببینید محمد رضا پهلوی را که من از سال 1962 شخص نختم، با محمد رضا پهلوی 1972 به بعد، یعنی زمان رفت بالای قیمت نفت، شخصیتش به کلی دگرگون شد. خب میدونید که تمام خبرنگارهای خارجی، تمام مطبوعات خارجی راجب مگلومانیای شاه چه مقالاتی که منتشر نکردن، یعنی عقده خود بزرگبینی شاه. خلاصه بعد از اون سوال آخر که باربرا والترز برمیگرده به فرح پهلوی و به ایشون میگه Your Majesty, what have you got to say؟ این حرفای که شوهرت میزنه که میگه من فکر نمی کنم زن از لحاظ هوش با مرد برابره، و بعد اون سوالی که ازش میکنه که آقا اگر شما فکر نمی کنید که زن با مرد از لحاظ هوش برابره، چرا زنتو به عنوان وسیع سلطنه تعیین کردید؟ رئیس شورای یه شورای درست کرده بودن اگر اتفاقی برای شاه بیفته فرح پهلوی زمام امور رو به دست میگیره. خیلی قشنگ، خیلی واضح، کاری تو ترجمه این کلیپ نرفته. از شاه که میپرسه، شاه برمیگره میگه I'd rather not say، یعنی من ترجیح میرم حرفی نزنم. درست. برمیگرده به شهبانو، از شهبانو میپرسه که آقا خانم فرح پهلوی، شما چی دارید بگید راجع به این اظهارات شوهرتون؟ که میبینید سرش میندازه بالا و به طور گریون میگه What can I say؟ یعنی چی میتونم بگم؟ حالا چیزیه که کسی اونو مشاهده نمیکنه تو این نوار، اتفاقی که بعد از اون سوال آخر افتاد و
و مهمه. بنده میخوام خدمتتون عرض کنم، بنده شاهد بودم، بنده تنها نبودم آقا، مامورین مخصوص گارد اونجا بودن، تمام فیلم بردارا و تیم تکنیکی باربا وولترز حاضر بودن. کاش که یکی از اینا پیدا میشد و خاطرات راجبی این موضوع بازگو میکرد. به محض که اون سوال آخر رو بار وولترز از طرح کرد، شاه با عصبانیت بلند شد و خارج شد از کتابخونه شهبانو. کاریه که آقای مرتضوی من در تمام مدت 7-8 سالی که مسئول این خبرنگارای خارجی در دربار بودم از شاه ندیده بودم. یعنی بی مقدمه بلند شد و سر... بی مقدمه بلند شد و رفت، رفت اصلا از اتاق بیرون. آره خدافز... حتی خدافزی هم نکرد تا اونجا که یادم. خانم فرای پهلوی چی کار کرد در این مورد بعدن؟ ببینید قسم خوردن کار کسانی که دروغ میگن من فکر میکنم نه احتیاج به قسم نداره، چون چیز اینجا گیرم. خانم فرح پهلوی چنان زد زیر گریه که خانم باربرا وولترز رفتن نشستن بغل ایشون و ایشونو دلداری میدادن. خانم فرح پهلوی والا بلا اگر حرفای سیامک زنده میشنوید خودتون یا نمایندتون بیاد بگه سیامک زند دروغ میگه. من حتی خود فرح پهلوی رو اینجا چلنج میکنم بیاد حرفای بنده رو تکذیب کنم. آقای زند گریهش در اون زمان که باربرا والتر هم رفت کنارش نشست که دلدارش بشه، اصولا پرسیدن که چرا ناراحت شدی، چرا گریه میکنی، آیا گفت چیزی؟ بسیار واضح بود جناب مرتضوی، همسری که به همسرش چنین توهینی بکنه در حضور یک خبرنگار بین المللی مانند باربرا والترز، میخواستی عکس العمل فرح پهلوی چی باشه؟ فکر میکنی به خاطر اختلافهای شخصی که قبلا داشتن اونجا دیگه شاه یه دفعه دهنش در اومد و ممکنه؟ الان من تنها چیزی که میتونم به این اضافه کنم و قبلا خدمتتون عرض کرده بودم در مصاحبات دیگر، محمد رضا شاه پهلوی و فرح پهلوی 3-4 سال قبل از انقلاب، یعنی حتی در اینه که این مصاحبه انجام شد، بین خودشون توافق کرده بودن که هر کی دنبال زندگی خودش بره. هیچ بعید نیست که این مسئله مثلا در جوابهای شاه دخیل بوده یا نه، من نمیدونم. اما اونی که من دارم خدمتتون عرض میکنم وقایع اون زمانه. حالا آقایون سلطنت طلب هستن، همه خیلی ها هستن که این برنامه ها رو دیدن و میدونن، چرا اینا نمیان جلو بگن که آقای سیامک زند شما دارید دروغ میگید؟ غیر از این آقای مرتضوی نه دیگه، ما الان هم که هم دوستان میتونن برای ما زنگ بزنن بیان رو خدمتن. همین خط باز من حاضرم به هر کسی که بخواد راجب این موضوع سوال و پرسش بکنه مؤدبانه جوابشونه برم، اما نه اینکه بیاد خاک بر سر و خائن و فلان به من بگه. تموم شد رفت خورم. دقیقا. یا حتی اگر برای برنامه آینده تماس بگیرن که حتما میخوام برم فکر کنن که چی بگن چی نگن، با ما تماس بگیرن، ما خوشحال میشیم به همین شکل بیاریمش رو خط یه برنامه دیگه در حضور آقای زند با هم میتونیم در آینده هم صحبت کنیم. پس آقای سیامک زندی عزیز نشون میده که واقعا کار مملکت در اون زمان گره خورده بود با کار خانوادگی در کاخ، بعد یکی همین که وابستگی شدید به خارج نشون میداد که به هر حال مملکت به جایی نمیرسه، چون همین شهری که شما هستین تورنتو آخرین سفیره